بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون رښتینی غږ. یکی از دیپلمات‌های قبلی هند در افغانستان حقایق تکان دهنده ای را در مورد احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فاش کرده است. این سفیر سیار سابق هند در افغانستان گفته است که مسعود با پاکستان و شوروی سابق چندین قرارداد پنهانی امضا کرده بود. توجه کنید به متن کامل این گزارش. در حالی که کابل و شمار دیگر از ولایت افغانستان شاهد برگزاری 19 سال روز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و تجلیل از افته شهید است، دکتر رحیم عزیز یکی از تحلیلگران مطرح سیاسی افغان مقیم ایالات متحده امریکا مقاله ای را ترجمه کرده که از برخ توافقات پنهانی احمدشاه مسعود وزیر دفاع سابق و یکی از فرماندهان مقاومت علیه طالبان با شوروی سابق و پاکستان پرده بر می دارد. این مقاله توسط بهادرا کمار سفیر سابق سیار هند در افغانستان نوشته شده و دکتر رحیم عزیز آن را ترجمه کرده است. در این مقاله از برخ توافقات پنهانی احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان با شوروی سابق پرده برداشته و گفته شده که حتی قبل از لشکرکشی نظامی شوروی به افغانستان مسعود با شوروی توافق کرده بود که به کاروانهای نظامی آنان که وارد افغانستان می شدند حمله نکند. دکتر میر عبدالرحیم عزیز که این مقاله را به فارسی برگردان کرده میگوید که نشر این اسناد باعث شده تا اعتماد و احترام او به احمدشاه مسعود از بین برود. تا زمانی که اسناد مسعود به دست نرسیده بود و به مسعود احترام زیاده داشتم، اما بعد از اینکه اسناد رسید مطلق من تغییر عقیده نسبت به این شخص داشتم. جناب عزیز، شما پیشتر از قراردادهای مخفی که میگین آیستای صدار افشا شده میره و یک دلیل است که شهید مسعود از محبوبیتش کاسته میشه، اما برعکس بعضی هایی توجیه میکنن که خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. امی اسناد میشه که امروز شما در برنامه ما افشا کنین چه قراردادها بود که با اتحاد شوروی بسته بود مسعود؟ به چرانی مضمونی که فردا نشر خواهد شد در وبسایت ها تفیلی سیار سابق هند به نام بهادرا کمار از بساری موضوعاتی پرده بر میدارد. وظیفه سفیر این بود که مسعود وادار بسازد که نجیب رها کنه که به هند برگرده. با وجود اصرار دولت هند و تقاضای صدراعظم وقت هند، مسعود خودداری میکنه و نمیگذاره که نجیب از ملل متحد به صوب هند حرکت بکنه. دو پروگراف این سفیر خدمت شما میخوانم. معادلات مسعود با نیروهای شوروی در افغانستان بسیار پیچیده‌تر بود از آن چی که صلاح‌های زنگ زده به ما نشان میداد. برعکس شر افسانه ها، حملات عمده شوروی در پنجشیر یک نوع تفاهم زمینی بین مسعود و استخبارات شوروی به اثبات تحمل یکدیگر وجود داشت. قابل یادآوری است که مسعود با پشتیبانی پاکستان تا سال 1979 اردوی افغانستان را از پنجشیر بیرون انداخته بود. به گفته عبدالرحمن، دکتر عبدالرحمن مشاور مسعود بود که بعدا کشته شد توسط فهیم و عمال فهیم. به گفته عبدالرحمن اتحاد شوروی با مسعود به ما توافق رسیده بود که اجازه دهد تا ستونهای اردوی سرخ از مسیر گذرگاه سانک در جریان تجاوز روز سال 9 در سال 1980 طور عمل عبور نبوده و به کابل برسند. یعنی زمانی بوده که امین برتر قدرت بود و شوروی تصمیم گرفت به افغانستان تجاوز کنه و دوباره ببرک بیاره. حتی در این وقت موافقات سری بین اتحاد شوروی وقت و مسعود صدر آغاز شده بود در ضرب امین گفته سفیر. در جای دیگه نشته میکنه که جنرال گراموف که خروج قوای شوروی در سال 1982 نظارت میکرد، بعدا در کتاب خود اردوی شوروی در افغانستان فاش کرد که مسعود با GRU یعنی استخبارات اردوی شوروی توافق کرده بود تا کاروانهای مواد کمکی برای اردوی شوروی را که از طریق حیرتان وارد میشدن اجازه دهد تا طور سالم از تونل سالنگ و دره پنجشیر بگذرند. خودش نشان میده که یک ماهیری دیگه هم در اینجا بین مسعود و اتحاد شوروی سابق و خصوصا
جیوری و استخبارات اردوی شوروی منعقد شده بود. مسعود فقط میخواست نظر بقیده امی سفیر امیر افغانستان شود، کل افغانستان در اختیار داشته باشد. چقدر شما سر از این مقاله با ادراکمار یقین دارین بر از اینکه مشتاقای مسعود باز چیز دیگه میگن؟ کتابای دیگه را عنوان میکنن، عناوین دیگه را عنوان میکنه که در اونجا مسعود را قهرمان معرفی میکنه. معتبر به این که نویسنده نه ایرانی است نه پاکستانی، که اگر ما اشتباه کرده باشیم تیر پاکستان اشتباه کرده پس زده مسعود. این شخص با مسعود شناخت خوبی داشت. این آگاه مسائل سیاسی افغانستان که خود نویسنده و مبصر سیاسی نیز میباشد همچنان تذکر میدهد که بهادراکمار دیپلمات سابق هند در افغانستان همچنین در مطلبش از توافقهای پنهانی مسعود با پاکستان و حضور جنرال حمیدگل رئیس سابق آیسای در افغانستان نیز پرده برداشته است. شما از جنرال حمیدگل یاد کردین، یعنی گفتین مهمانش بود به نقل قول از بهادراکمار که مسعود مهمان داشت به نام جنرال حمیدگل که واضح انو رئیس آیسای پاکستان بود. منظور سفیری است که شخصیت نامچا مسعود چند بودی بود، تنها با رابطه خود با شوروی اکتفا نکرد، در این زمان با استخبارات پاکستان هم رابطه خود حفظ کرده بود. با وجودی که بعض نزاکت ها بینشان خلق شد، آیسای انوس هم با جمعیت اسلامی ربانی و مسعود و گروه از اینا ارتباطات دارند. ارتباطات مسعود برستی که در زمان مرحوم داود خان، ربانی، گلبودین، مسعود و سایری از رهبران اخوانی و پاکستان فرار کردن، با آیسای پاکستان به نمکشان خوردن و یک جای اونا پلانها و طرحهای علیه افغانستان در پاکستان اینا آماده ساختن. در شب جشن در کابل بودم، در روز امریکا را آمده بودم که پاکستانی ها همین نیروهای ضد ملی افغانستان مجهز ساخته بودند تا در این وقت، یعنی در یک شب، در چندین شهر افغانستان، محلات افغانستان اینا یورش ببرن و حمله کنند. مانند پنجشیر، قندوز، بغلان، لغمان و یک تعداد از اینا دستگیر شد. اینا دوباره فرار کردن به داخل پاکستان، اما زیدت ها برای همیش باقی ماند. این سفیر بطور بیان میکنه که مچا مسعود کسی نبود که به یک خیانت اتفاق کنه یا به یک دستگاه رابطه دستگاه جاسوسی اتفاق کنه، با همه در ارتباط بود. یعنی شما در این روزهای خبر دارید که بعد از قتل قاسم سلیمانی توسط امریکا اون اسناد برآمد که قاسم سلیمانی همیشه میرفت پنجشیر، نیروهایش جمعیت اسلامی را ترین میداد، برای از اینا وسایل میداد. بله، شما پیشتر از او نمک یا نان نمک یاد کردین. دکتر صاحب میگه نمک و سوده الماس شبیه ان به هم، به غلط گربه خوری جان به سلامت نبری. دیپلمات سابق این که گفته می شود در سال 1994 در کابل بوده و با شورای نظار نیز رابطه خوب داشت، همچنان چندین بار به درخواست نخست وزیر آن زمان کشور هند سعی کرده بود تا دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان را نزد خانواده‌اش به کشور هند منتقل کند، اما مسعود با این امر مخالف بود. او تحلیل کرده که مسعود حراس داشت که دکتر نجیب الله دوباره برگردد و با او مشکل ایجاد کند. با باور وی مسعود میخواست که برای جلب اعتماد پشتونهای مناطق جنوبی دکتر نجیب را به عنوان معاونش بگمارد. دکتر رحیم عزیز در این مورد میگوید وظیفه سفیر این بود که مسعود وادار بسازد که نجیب رها کنه که به هند برگرده. با وجود اصرار دولت هند و تقاضای صدراعظم و وقت هند، مسعود خودداری میکنه و نمیگذاره که نجیب از ملل متحد به صوب هند حرکت بکنه. میخواست نظر بقیده امی سفیر امیر افغانستان شود، کل افغانستان را در اختیار داشته باشد و حتی تصمیم داشت که بتانه نجیب بعیث معاون خود تعیین بکنه تا قبائل پشتو را بتانه در تحت اثر خود بیارد. سفیر نوشته میکنه که نظر بقیده آمچا مسعود نجیب دانش خوبی در مورد قبایل پشتون داشت، میتونست که از فهم درایت نجیب و ارتباط قبایل پشتون مستفید شود. لذا مسعود حراس داشت که اگر نجیب رها کنیم بعد از مدت دوباره بتانه به افغانستان برگرده و درد سر بسیار بزرگی را برای مسعود خلق بکنه. روی امون دلیل بود که مسعود هرگز حاضر نشد که نجیب را بگذاره. البته نجیب آن کلوب شخصیت ملی نبود، شما میدانید. این در حالی است که طرفداران احمدشاه مسعود همواره از او به نیکی یاد کردند
و در قانون اساسی افغانستان با او لقب قهرمان ملی داده شده است. شمار زیادی از مقاله ها و کتاب ها در داخل و خارج از افغانستان در مورد کارنامه های او نگاشته شده و از وی به عنوان یکی از چهره های اسطوره‌ای یاد شده که خواستار ایجاد نظام قانونمند و عمه شمول در افغانستان بود. در عین حال همزمان با برگزاری هفته شهید در افغانستان، برخی مناطق کشور از جمله ولایت امن پنجشیر شاهد عملات و رویدادهای امنیتی بود. آقای عزیز کارکردهای دولت را در زمینه عدم جلوگیری این گونه حملات که به گفته او از تصور دور نیستند انتقاد میکند. جای تعجب نیست که با وجودی که ولایت پنجشیر یکی از امنترین طبق ادعای حامیانشان امنترین در افغانستان بود، چطور توانست که مورد حمله طالبان قرار بگیره؟ این خودش برای من سوال برانگیز است. آیا ضعف نیروهای امنیتی دولت مستعمراتی کابل است یا اینکه طالبان توانستن در داخل صفوف شورای نظار و جمعیت اسلامی رخ نکنند و زمینه را برای حملات خود مهیا بسازند و در حقیقت یک موفقیت برای تحریک طالبان است که نشان دهنده حملات آیندی از اینا در سراسر افغانستان خواهد بود. من تعجب میکنم به این که چرا نیروهای دولتی افغانستان در این مورد از خود شهامت و جرأت به خرج ندادن تا بتانند جلوی حملات طالب که پیش بینی میشه در همچی روز باید دست به اقدام بزنن بگیرن. با وجودی که دولت مستعمراتی کابل امسال اخطار صادر کرد مخالف هر گونه تشنج و بی‌نظمی خواهد بود، اما تصور میشه که باز هم حامیان این شخص ممکن است که بعد اعمال خوشنود بار دیگر هم مرتکب شود. سوال ایست که آیا مسعود مبودیت سالهای قبل خود داره یا نه؟ هر روز که میگذره از محبوبیت این شخص کاسته میشه حتی در میان حامیانش. دلیل ایست که اسناد و قراردادهایی که مسعود با شوروی سابق با پاکستان و سایر کشورها امضا کرده این افشا میشه و بر روی کاغذ و روی تاریخ ثبت میشه. افغانستان در حال شاهد موج از ناامنی ها است که قرار است تا چند روز دیگر مذاکرات صلح با طالبان در قطر آغاز شود. این در حال است که در فضای مجازی مسائل افغانستان به طور حاشیه‌ای نیز دست به دست می شود، از جمله در مورد داوود سلطانزوی شهردار کابل. دکتر رحیم عزیز باور دارد که اتهاماتی که در مورد آقای سلطانزوی مطرح می شوند تا هنوز در رسانه های معتبر نشر نشده و این مسائل بیشتر به گونه مغرضانه از سوی برخی علاقات در صفحات اجتماعی دامن زده می شود که به دور از اعتبار است. شهردار کابل سر صدایی را در صفحات مجازی به وجود آورده، دید شما چی است؟ چقدر باید جدی گرفته شود؟ بسیار خوب. ببینید اگر احیاناً رئیس بلدی کابل دچار تلک اشتباه شده باشد، صد درصد قابل نگوهش است. اسناد در این مورد من ندیدیم در مطبوعات افغانستان و مطبوعات داخلی و بیرونی که بتانه جرمی شخص در روز ده محرمی خطاکاریش به اثبات برسانه. ما مردم یک تعداد عادت داریم به بزرگ ساختن یک موضوعی بسیار بی اهمیت و بی ارزش، خصوصا وقتی که دشمنی های شخصی در میان باشد، دشمنی های قومی، دشمنی های نژادی، زبانی، مذهبی، هر یک سعی میکنند به یک نحوی مخالفین خود از صحنه بردارند. اتهام بندی یا بزرگ ساختن یک مسئله بسیار پیش با افتاده، چون از سند بسیار مستحکم در مورد این حرکت ذر کرامت انسانی رئیس بلدی کابل من ندیدیم، لذا نمیتونم به صراحت حکم کنم. اما من معتقد هستم که یک تعداد مطبوعات میخوانم گزافگویی میکنم در یک مسئله که هیچ معلومات دقیق هم در اختیار ندارم. هر عمل ضد انسانی را محکوم میکنم و همچنان هر نوع اتهام بندی را به محکوم میکنم به هر شکلی که باشه. منتظر از این هستم که بتانم سند کافی در این مورد به دست بیارم، با دوست میداد خودم هم شاید در این مورد چیزی بنویسم و این حرکت احتمالی ضد انسانی رئیس بلدی کابل را محکوم خواهد کرد. لکن ما نمیتونیم تنها و تنها به گفتار مطبوعات مجازی یا فیسبوک یا دشمنی شخصی بتانیم یک شخص محکوم بکنیم. همیشه همی ادعای من تا زمانی که اسناد مسعود به دست نرسیده بود، ما
من به مسعود احترام زیاده داشتم، اما بعد از اینکه اسناد رسید مطلق من تغییر عقیده نسبت به این شخص داشتم. این همونطور من میخواییم سند مهمی در مورد داکتر اثر شخص و هر فرد دیگه که است و اتکای تاریخ و مسائل سیاسی مسند به دست بیارم تا من بتوانم ادعای خود را ثابت کنم. هرچند آقای سلطانزوی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده، اما اطرافیان وی باور دارند که این شایعه پراگنی ها بیشتر از سوی مخالفان وی در فضای اجتماعی صورت می گیرند تا وی را بدنام کنند. البته جریان کامل این مصاحبه جالبم با دکتر میر عبدالرحیم عزیز، کارشناس برجسته مسائل سیاسی، بعدا خدمت شما تقدیم می گردد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. این برنامه را به زودی از تلویزیون بهار تماشا خواهید کرد.